با درود بر شما هموطنان گرامی، دوستان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز 26 از ماه دسامبر هست و دیروز کریسمس دی بوده، یعنی منسوب کردن این روز رو به تولد مسیح. و از سال 1870 آمریکاییان این رو جشن این کشور کردن. یکی از بزرگترین روزهای سال هست از نظر نه تنها معنویت و صفای روح و محبت و اینجور چیزها، که برای کسب کار هم بزرگترین کسب کار به نظر من کورپوریشن عیسی مسیح هست. بله، باری عیسی مردی بوده است اهل صلح و اهل عشق و تعلیمات او بسیار بسیار انسانی است، مطلقاً و ابداً خشونت رو تجویز نمی کند عیسی، البته چون زور دستش نبود. حضرت رسول پیامبر اسلام صلی الله علیه همزمانی که زور دستشون نبود صلح‌آمیز بودن، یعنی از این تعداد مسلمان اندکی که بیعت گرفتن و یه چندی هم از مدینه بعد اومدن بیعت گرفتن، اونا رو میگفتن بیعت النساء، که کاملا به شرط به شروط انسانی مسلمان میشد، هیچ آدم کشی و حرب و اینا درش نبود، در مرحله چون زور دستشون نبود، مثل آقای خمینی هیچ فرق نمیکنه. اما سر اون گردنه که آمدن تعدادی مردمان مدینه و عباس عموی پیغمبر به اونا گفت بیعت کنید، اون رو به شرط حرب بیعت کردن و بهش گفتن بیعت الحرب، یعنی بیعت میکنی بایستی شمشیر رو بکشی، نداری بدوزی و حمله کنی، این بر اون غارت کنی، بکشی کفار رو، سر ببری. عیسی مسیح اون فرصت رو به دست نیاورد. ما نمیدانیم اگر عیسی مینشست به تخت قدرت یه چماق هم دست میگرفت چه میکرد. از من میپرسید دستور میگم، من عرض میکنم حتما 99.5% دستور قتل میداد مثل خمینی، چون این قدرت آدم رو دیوانه میکنه. عرض میشود که ولی خب تا اونجایی که تاریخ زندگی مسیح نشون داده و بعدم میدانید که او رو به صلیب کشیدن، عرض شود که اون چه گفته است صلح‌آمیز بوده است. و عیسی مسیح طرفدارانی در روزگار حیات به نام مشهور 10-12 نفری حواریون بودند و همونطور که مطلع هستید او رو کشتن. در واقع در اونجا امپراتوری روم پاسگاه داشت، ساتراپ داشت اینها، و تعداد یهودیانی بودند که بر دو نوع بودند، گروهی رو که زیل میگفتن، یعنی از اون آدمای متعصب که به کوچکترین کلمه حرف دستور سنگسار رو صادر میکردن. این سنگسار از اونجا اومده و جاهای دیگه، و در تورات نوشته است که اگر پسری حرف پدر رو نپذیرفت و فرمانی اون داد و این نبرد، بیارتش پیش حاخام. حاخامی که در واقع امور مذهبی یهودیان انجام میده، حاخام دستور سنگسار بده ببرنش سنگسارش کنن، فقط تمرد از دستور پدر. این تو تورات. در قرآن سنگسار وجود نداره، اما خود حضرت سنگسار کرده، یکی دو مورد رو کرده، و یهودیای مدینه یادشون رفته بود این چیزا، سنگسار و پنگسار این حرفا یادشون رفته بود. از کردم یه بار خدمتتون که بعد که یه مورد به قول اینها زنا اتفاق افتاد، گفتن چه کنید پیش محمد امین، این تورات ما رو بهتر از ما خونده. خلاصه مقصود همه ی حرفا برمیگرده به یک چیز که ما 30 داریم خدمتتون عرض بکنیم، و اون موضوع چی آقا؟ آزادی و دموکراسی. بقیش رو فراموش کنیم. خمینی در یک جا گفته است، من در اینجا دارم، ببینید سپر جان من فرستادم اون رو، میگوید آخوند دوست، آخوند فاسد،
به قدری بد است که اهالی جهنم از بوی گند این آخوند فرار میکنن. دیشب فرستادن دوستان، لطفا پیداش کنید، حتما پخش کنید. باری تا به قدرت نرسیده آدم خیلی خیلی حرفای انسانی خوب میزنه، اما در موضع قدرت بودن و سخن از انسانیت گفتن، اون است که در واقع به حساب میاد. وگرنه آدم بیکار، کسی که دستش به هیچی بند نیست، هیچ کار عملی هم براش میسر نیست برای کسی انجام بده، فقط حرفه. خب برمیگردیم سر این روز. بله، عیسی مسیح وقتی که او رو به دار کشیدن، که البته رومیا گفتن آقا این میگن ادعا خدایی کرده، به ما چه ربطی داره، بدیمش دست یهودی ها. خب چون عیسی مسیح پسر یوسف، یوسف نجار و مادر مریم، گفتن که آقا ایشونو ما باید بدیم دست یهودی ها، ببینیم اونا با چه کار میکنن، چون این یهودیه. اومدن حاخاما رای به قتلش دادن و تا چند سال پیش یک دشمنی عظیمی بین یهودیان و مسیحیان بود، به خاطر که اینها میگفتن که جوز کیلد جیزس، یعنی یهودیا جیزس رو کشتن، عیسی رو کشتن. اینها بعد پاپ دستور داد آقا دیگه این حرف رو نزنید، این خصومت از میان بره، فلان این حرفا تا چیز شد. و یهودیا بسیار بیزار هستن و متنفر هستن از مسیح، از این روز چیز. تا اونجا که من دیدم، اینها آمریکایی‌ها رو دیدم، بسیار متنفرن از این روز کریسمس و اینها، و چیزها میگوین به مسیح نگفتنی. حتی دیدم که متعصبین فحشای رکیک هم میدادن یه روزی در حضور بنده، داشتن با هم صحبت میکردن اینا راجع به مریم چه چیزها یا این حرفا. باری این داستان جنگ دینی تمام بشه نیست. آوردن و او رو کشتن. حالا یه داستانی هم هست که در اون روز یه کسی رو آزاد میکردن، قاتلی چیزی اینا، یه باراباس نامی بود که یه فیلمی هم ساختن، آقای آنتونی کوین درش بازی میکرد، چند نفر دیگه، آقای جک پالانس هم گویا بود. حالا چه 50 سال پیش ما دیدیم. باری گفتن که دو نفر میتونیم آزاد کنیم، یا مسیح آزادش کنیم یا این باراباس که به جرم دزدی، گفتن باراباس آزاد میکنیم، مسیح به دار میکشیم، به صلیب میخ میکوبیدن کف این دستا و اینجای مچ بین این دو استخوان مچ دست و آبی میآویختنش اونجا. این دیگر شکنجه باترین نوع مرگ، این به صلیب کردن بوده و پاهاش هم میخ میزدن، یه همینجور روی این چوب میمون تا خوش بشه و به این زودی هم که نمیمرد. خلاصه مرگ شگفت‌انگیزی داشت و مرگ وحشتناکی، و آمدند و عرض شد که بعد از مرگش اندیشه‌هاش پراکنده شد و نخستین مبلغین مسیحی زنها بودند. به محض که آخوند ماس نر پیدا شد، زنها را از معرکه حیات اجتماع کردن بیرون. بله، و روم به شدت مخالفت میکرد، دستگاه ساسانی هم همچنین مسیحی‌ها رو پیدا میکردن میکشتن و شکنجه ها و عذاب های علیم میکردن، تا بالاخره امپراتوری روم پذیرفت مسیحیت رو و یک چتر ایدئولوژیک برای خودش درست کرد. ایرانیان هم آمدن و تعلیمات زرتشت رو برکشیدن و اینها. حالا داستانش مفصل هست. باری دیروز روز تولد حضرت مسیح بود که در شعب مختلف مسیحیت اندیشه ها مختلف هست در باب روز تولد، که واقعا روز تولد عیسی مسیح چه روزی بوده. یه 4-5 روزی اختلاف هست. مثلا برادران ارمنی هموطن ما بیشتر معتقدن به 5 روز اختلاف، اینجا هم روز 23 میگیرن، 25 ببخشید، و دیروز بود. منظور از همه این حرفا این بود که دیروز کریسمس بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب حالا یک غزل از سعدی بخونیم که از همه این حرفا بهتر و موندگارتره. این آخوندها خواهند رفت و
و مردم ایران با سعدی خواهند خوند. بله، قاتلا آدم کشا برادران روزمون، برادران بیشرفمون، آقا برادران بیابرومون، خائنین به ملتمون. آقا عرض می شود که برادران پاسدار و سیجی ها که برادران عزیز ما هستن و چاقوکش هم هستن. البته من مطمئنم، بارها گفتم، هم بین گروه پاسداران هم بین گروه بسیجی ها بچه های وطن پرست و ضد این آخوندهای کذا و کذا پیدا میشه، ولی خب بهتره شغل شرافتمندی برم پیدا کنم. با همه این حرف ها این شغل شرافتمند نیست. چرا؟ چون ابزار سرکوب مردم شدید، جلو آزادی رو گرفتید. شما برادران پاسدار عزیز، بعضیتون شکماتون انقدر بزرگ است که آدم استفراغش میگیره نگاه کنه به شما. بله، و دیدم یه چیز مضحکه، یک فرمانده نیروی دریایی. کدوم نیروی دریایی؟ چه دریایی؟ کدوم دریا؟ چی دارین شما؟ یه مدت دو تا بشکه بریدن از وسط، یه پروانه چسبوندن پشتش، به این میگن قایق تندرو. بیا و ببین صنعت چه کرده. اسلام، صنعت شیعه‌گری چه کرده؟ رو بشکه از وسط مثل زنبور ویز ویز میکنن اونجا، میگن این نیروی دریایی ماست، ناوهای جنگی. نشسته بود با فرمانده ارتش فلان، اومده بودن که تکاورهای مبرزه که قرار جهان رو بگیرن و آقای خامنه‌ای فرمانده کل جهان بشه، اون جنایتکار سوری هم بشونه بغل دستش، که اینا بزنن کوزه بشکنه. هرچه هایهو کردن و لگد انداختن کوزه نشکست. این دوتا آقایون که اومده بودن عظمت تکاورهای جمهوری اسلامی رو نشون میدن، دنیا رو بترسونن، یه نگاهی به هم کردن. این تعریش هم دیدید دارن، یه نگاهی به هم کردن، گفتن آقای آبرو حیثیت نداشته ما رب، اینا هرچی هایهو کردن لگد انداختن که این کوزه بشکنه. یکی هم کوزه رو اینطور نگهگر داشته بود، از بالا هم فشار می آورد که این بهتره که یه چیزی بشه. هرچی لگد انداختن هایهو کردن، این کوزه عین خیالش نبود، به همون پر روی آخوندا بود. خیلی باعث خنده بود. خب اجازه بفرمایید که ما برویم. این عرض میکردم، اینا خواهند رفت و استاد اجل سعدی بر جای خواهد بود و چه روزها و شبهای خوبی خواهند داشت ملت ایران بعد از برچیده شدن بساط آخوندها و دزدان و ناکسان. مردم خواهند خندید و اوقات خوشی خواهند داشت و یک کسی در سر تا سر ایران زمین یک پنی به آخوند نخواهد داد. بله، خب سعدی، دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است، هر که ما را این نصیحت می کند بی حاصل است. یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل است، بامدادان روی او دیدن صباح مقبل است. اون که در چاه زنخدانش دل بیچارگان چون ملک محبوس در زندان چاه بابل است. پیش از این من دعوی پرهیزگاری کردمی، باز میگویم که هر دعوا که کردم باطل است. من قدم بیرون نمیارم نهاد از کوی دوست، دوستان معذور داریدم که پایم در گل است. وحب این غزل باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان، ترک جان نتوان گرفتن تا تو گویی عاقل است. اون که میگوید نظر در صورت خوبان خطاست، او همین صورت همی بیند ز معنا غافل است. ساربان آهستران کارام جان در محمل است، چار پایان بار بر پشتند و ما را بر دل است. گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست، همچنانش در میان جان شیرین منزل است. سعدی آسان است با هر کس گرفتن دوستی، لیک چون پیوند شد خود باز کردن مشکل است. به به، دو بیت در پایان، دو بیت در ابتدا، هر چهار بیت
بیت بیت هم قافیه کرده سعدی. این نخستین غزلی است که من میبینم این صنعت درش به کار رفته، حالا هرچی هست. خب اجازه بدید که از سپر خواهش کنم یک موسیقی پخش بکنن، یک کاری بکنن و برمیگردیم ببینیم در حوالی بابک خرمدین یا بابک خرمی چه خبر بود. تا چند دقیقه دیگر. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود بر شما هموطنان گرامی و سایر بینندگان که در افغانستان یا تاجیکستان یا در عراق جاهای دیگه به این صحبت ها گوش فرا میدن و برنامه رو میبینن، من به شما درود میفرستم. ببینیم که داستان چی بود. بعضیا بر این هستن که آقا به محض این که پرچم مسلمونا پیدا شد این سوی اروند رود، همه ایرانی آمدن گفتن آقا چقدر خوش آمدید، شما برکت آوردید، ای دزدان عزیز، ای مار خوار اهرمن چهرگان، ای ز آزادی و شرم بی بهرگان. به قول فردوسی خوش آمدید، بفرمایید. حتی بعضی نویسندگان مشهور دیدم همین حرفا رو میزنن. اینا من نمیدونم کدوم تاریخ ها رو میرن پیدا میکنن، اینا تاریخ نگاه میکنن یا حرفای مادر بزرگ رو گوش میکنن. بین جنگ قادسیه که به سال 14 یا 16 هم از هجرت اتفاق افتاده تا جنگ نهاوند که به سال 22 از هجرت اتفاق افتاده، حداقل 6 سال فاصله است. و تا آمدن که این اعراب پاشون برسه به ماوراءالنهر چند دهه طول کشیده. عمر میگفت من نمیخوام که مسلمان ها رو به کشتن بدم. وقتی یه فتحی میکرد یک جایی، بعد سپاه میفرستاد اونجا، تشکیلات میفرستاد، پشتیبانی، مردان مسلح، اینها وقتی که میگفتن همه چیز آماده است، اون موقع حمله میکرد یه جا دیگر رو میگرفت، دوباره یه جا دیگر رو میگرفت. به این آسانی نبوده. تازه تا ما تا قرن چهارم هم جنگ های مسلحانه داریم علیه عرب، هم خیزش ها و مقاومت های فرهنگی داریم علیه اینا، و این مقاومت ها هنوز ادامه داره. ایران تنها کشوری بوده که هنوز علیه اسلام و اینها مقاومت میشه، هنوز ایرانی ها زیر بار نرفتن. اول اون که شما به تاریخ ادبیات یا تاریخ مملکت خوب نگاه کنید، این بخش کوهستان، بخش غربی ایران، بعد از اینکه اوضاع چیز شد و مستقر شدن، خیلی به عربی دانی افتخار میکردن، تا جایی که حافظ فرموده است اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست، دهان خموش ولیکن زبان پر از عربیست. یه همچی چیزی عرض هنر بوده. تا همین اواخرم هر که عربی میدونست یا عربی حرف میزد میگفتن آه این آقا آدم خیلی آدم فاضلیه. چه فاضلیه؟ چیزی در این زبان عربی نیست. آقا یک زمانی بود، ولی 700 ساله که هیچی در این زبان عربی نیست، یه پنی هم نمیارزه.
آخه کدام اختراع شد در زبان عربی، کدام ابداع شد، کدام آزادگی، کدام کتاب، کدام چنین گفت زرتشت آمد در زبان عربی؟ جوک واقعا داستان. خراسانی اما گفتن نه، ما ایرانی هستیم، پادشاهان امیران، اینجا شعر، شعر پارسی، محمد ابن وصیف سگزی، سگزی یعنی سیستانی، یه مدحی گفت برای یعقوب، مرد دلاور و غیرتمند سیستان، گفت که نگه دار اینجا، گفت من که عربی نمیفهمم که، تو برای کی گفتی؟ برو باید برای عربا چیز کن، زبانی که من در نیابم چرا بایست گفت؟ و این سگزی محمد ابن وصیف قدیمترین شاعر ایران است. حالا بعضی گفتن حنزله، خیلی خوب، حالا یا این یا اون. و بعد زبان پارسی رو ادامه دادن. این بزرگترین جانپناه هویت ملی ایران هست، زبان پارسی. حالا شنیدم که در تبریز 29 نفر نامنویسی کردن در رباب زبان ترکی تحصیل بکنن. این صعب کاریست، کار بسیار مشکلیست. مآخذ مکتوب کجاست؟ مآخذ علمی کجاست؟ خیلی خیلی کار مشکلیست. باری، حالا هموطنان خوشحال هستن به این معنی، درود بر اونها. به هر صورت و مقاومت، یه آدمی مثل کسروی پیدا نشد در عرب، یه آدمی مثل پور داوود پیدا نشد، یه آدمی مثل یعقوب پیدا نشد در تاریخ مصر مثلا. خب اونا خیلی مدنیت قدیم داشتن، قدیمتر از ایرانیا بودن، اما بنیه سستی گویا داشتن تا اونجایی که به عمق فرهنگ مربوط می شود و اینها، ذوب شدن در معده اعراب، حل شدن و حضب شدن به قول مکوشهر بهار، خدا بیامرز. ولی ایران اینطور نشده. و بعض این ملی مذهبی ها که این به این قضایی ها چیز دارن، مثل مرحوم بازرگان و مثل اون مطهری، و حالا هم هستن یه گروهی که هم عمامهی هستن هم بی عمامه هستن، از این حرف ها میزنن. آقا نمیشه، به قول برادران اصفهانی نمیشه، آقا این اسلام با این ایران با هم جمع نمیشه. آقا این ذهنیت این مردم با طبیعت اسلام جمع نقیزینه، نمیشه. آقا نشده. این رو بایستی در واقع محترم داشت این رو، و در مسجد مثل همه جای دنیا که صاحب داره و مردم متفکر داره، در مسجد هر کی دلش میخواد هر کاری بکنه، هر دین داشته باشه، در همون عبادتگاه همون دین بره. و آخون نبایستی امر نهی بکنه، آخون نبایستی که وارد سیاست بشه، چون بلد نیست. یه چیزای حماقت‌آمیزی این تو فیضیه یاد گرفته، به درد همون فیضیه میخوره و سر قبر میخوره و تو مسجد. خمسش هم بگیره. شما آخوند کمرباری که همچین رشید دیدید به عمرتون؟ ندیدید که. شکم ها مثل خمره. صاحب تبریز گفت کار با عمامه و قطر شکم افتاد باز. خم در این میدان بزرگی ها به افلاطون کند. یعنی خمره به افلاطون میگه تو چیزی حالیت نیست، برو کنار. کار یادتون بماند، یه بار دیگه میخونم، کار با عمامه و قطر شکم افتاد باز. خم در این میدان بزرگی ها و افلاطون کنه. خب اینجا خیلی خیلی گرمه سبه جان، یه بریک بگیرین من برم این کولر روشن کنم، اینجا عجیب گرم است و ما میترسیم حرفمون یادمون بره. عرض کنم که دیگه کتابم نبینیم. شما چیز کنید تا من با سر
خب هموطن گرامی، معلوم شد که بخاری هم باز بود تازه. بله، بخاری رو تبدیل کردیم به کولر. ممکن ما بتونیم خدمت شما باشیم یه صحبتی بکنیم. خب خبر با کل خرمی و حرفهای او با افشین. افشین کی بود؟ افشین هم ایرانی بود، رفته بود خدمت خلفا. و این افشین، عرض کنم خدمتتون که جنگ های کوهستانی خوب میدانست، یک جنرال خیلی خوب بود، ایرانی بود. اینجا در لباس خیانت ظاهر شد و سرانجام بعد از 20 سال که بابک خرمی با عرب مبارزه کرده بود و به کرات و مرات سپاهیان اینها رو شکست داده بود. و یه مطلبی میخوام بگم، زبان بابک خرمی زبان پارسی بود و از این دوستان پانترکیست ما یاوه‌گویی میکنن، یاوه‌گویی مطلق، هیچی دستشون نیست. پانترکیست ها هیچی در دست ندارن، هیچی ندارن در دست. هرچی ما شنیدیم یاوه بود که متکی به یک اسنادی باشه، یک چیزی باشه. آقا آدمی محترم که حرف پوچ و بیهوده نمیزنه که بخندن، ما یه خنده میشه دیگه این حرفا. سخنی که از او در تاریخ طبری مانده و شاهد عینی گزارش کرده، وقتی گرفتنش به اون سرهنگه سهل گفت کذا و کذا، در واقع مبارک میگه کذا و کذا، دشنام داده. ارزان فروختی مرا به این جهودان. زبان اون عرض میکنم، زبان صریح فارسی. و ما قطران تبریزی رو داریم، عرض میکنم که حمام تبریزی رو داریم. اینقدر دانشمند تبریز داشته که به شمار نمیاد. دو روز و نصف من باید بشینم این لیست و فهرست رو بخوانم، ببینید چه دانشمندانی بودن که اینها تمام آثارشون به زبان فارسی است یا بر صورت عربی، چون فضلا به عربی می نوشته. این است که واقعا مایه ضاحک است، مضحک است واقعا. این داستان ها همش هم برگردن این جنایتکاران آخوند هست، وگرنه این از این داستان ها نبود، ما که در ایران بودیم صحبت ها نبود، یکی از این لاتایلاتی الان میشنویم اونجا نبود. خب و این بابک مردی بود که دین خرمی اندر، ببخشید، که دین خرمی اندر عصر او پدید آمد و او آورد همچون مذهب زندقه. ببینید مورخ اسلامی دروغ زیاد میگه. دروغ رو ما بایستی راست رو، ببخشید، از بین سطور تشخیص بدیم. هر کسی که با این اعراب اسلامی در جنگ بوده، بی‌ناموس بوده، بی‌شرف بوده، زندقه بوده، زندیق بوده در واقع، و همه حلال‌ها رو حرام می‌کرده، همه حرام‌ها رو حلال می‌کرده و از این جور حرفا. شما یک نفر رو نمی‌بینید که با اسلام مبارزه کرده باشه بگن که آدم دلیری بود، آدم دانایی بود. می‌فهمید؟ اگه گفتم می‌فهمید، تسلا، دانشمند معروف که در برق یکی از نام‌های بسیار بسیار افتخارآمیز هست، میگوید مردم دروغ دو گروهن. اونایی که این کتابای مذهبی رو میفهمن به اینا میگن کافر. یه ده هستن که اینا نمیفهمن کتابای دینی رو، مثل قرآن و بایبل و نمیدونم تورات و غیره، به اینا میگن مؤمن. پس به اونا که میفهمن میگن نادان و کافر، و اونا که نمیفهمن میگن اینا چی هستن؟ مؤمنین هستن. تا زمانی که این کتاب رو نفهمیدی مؤمنی، این کتاب رو درست بفهمیدی الفرار میذاری ده برو. خداشناسی نیازمند این کتابا نی، اینا همش دروغه، این دله و تجربه شخصی است که باید خدا رو تشخیص بده و خدا رو حس کنه و تجربه کنه. و اصل قضیه هم همین هست. گفتم این بیتو باید نوشت آویخت به همه دیوار خونه ها.
در ایران، سردر حج منازل. شعر سعدی گفت اگر خدای نباشد ز بنده ای خوشنود، شفاعت همه پیغمبران ندارد سود. ما شیعیان پاک و پاکیزه که به قول اون آخونده گفته بود ما خیلی قالطاقیم، گفت قالطاق‌تر از شیعه نیست. میگوید که توی جهنم همه سنیاری میبرن اونجا، گناهشون، گناه شیعیان به گردن اوناست. علی هم اونجا داره پارتی بازی میکنه، 500 نفر 500 نفر از اون دیوار پشت شکاف در داره میتاپونه در جهنم. این تاپوندن رو بهار آورده ملک شعرا، گفت اونجا اونها که کافرن به جهنم میتپونن، به لهجه خراسانی. و هیچ مقالت نبود او را مگر دست باز داشتن مسلمانی و حلال کردن حرام ها که اندر دین محظور است، و می خوردن و زنا کردن و از خورش ها هر چیزی که حرام است حلال کردن بر مردمان، تا امر و نهی از میان خلق برخاست و خلقی بسیار او را اجابت کردند و اندر این مذهب بماندند. یکی از دروغ هایی که در زبان انگلیسی هم وارد شده داستان حشیش کشیدن اسماعیلی است. خب اینا حشاشین بودن، حشاشین شد اساسین و اساسینیشن ازش مشتق شد، چون اینا حشیش میکشیدن. آخه عقلم چیز خوبی است، من و شما هم باور کردیم این تشکیلات به این دقت که وقتی فرمان صادر میشه ظرف 24 ساعت در همه اقطار ایران فرمان اجرا میشه، آدم حشیشی میتونه از این کارا بکنه؟ آدم حشیشی که پشت اون سنگ اول خوابش میبره که حدود 150 قلعه از ایران تا سوریه این اسماعیلیه داشتن. وقتی که هولاکو خان مغول آمد و شروع کردن اینا رو خراب کردن، اون چه گشتن یک گرم حشیش در همش پیدا نشد، همش کتاب بوده. هیچ مورخی هم گزارش نکرد که ما رفتیم 18 من حشیش در آوردیم، همه نشه بودن میخندیدن از اسماعیلی. این دروغای شاخدار رو باید بریزیم دور، این حرفا رو هم بریزیم دور. در هیچ فرهنگی هیچ مردی نمیپذیره که یک آدم غریبه بیاد و با ناموسش به قول خود ما مثلا بی حرمتی کنه یا پاشو از قراردادهای اجتماعی در معاشرت فراتر بگذاره. در هیچ فرهنگی حالا من نمیدونم داستان این، داستان این مورخین. و دیشب داشتم نمونه هایی می آوردم در کتاب مقالطات، امیدواریم که تمام بشه، از سیرت رسول الله از ابن اسحاق. می گوید که حضرت رسول قالب را، قالب اسم آدمی بوده، فرستادن برای غارت یک قبیله. خوب گوش کن، این قالب رفت و هرچه گوسفند و شتر اونجا بودن غارت کرد که بیاره. اینا هم که فقط داراییشون این بیچارهای بدبخت چه بوده آخر جز همین شترها و همین گوسفندها؟ اون سرزمین حاصل خیزی هم که نیست، اون خراب شده که بگیم که خب لوبیاهاشو میفروخت، گندماشو میفروخت، جروان میکرد، ریگ روانه. دارن شنیدم خاکای بلوچستان آخونده دارن میفروشن به اینا که اینا دیگه یه باغچه عربای شیخ دو حیاتش میتونن درست کنن. خاک نیست اونجا، ریگ روان. خب رفته اینا رو چیکار میگه که وقتی اینا هیاهو کردن و مردان قبیله برای بازپس گرفتن احشامشون، گوسفنداشون، شتراشون آمدن برن، یه رودخانه خشک اونجا بود که آبم درش نبود، خداوند تبارک و تعالی معجزه کرد و بدون اینکه ابری باشه سیلاب جاری کرد و این آب روان و این آب عظیم، رودخانه عظیم که به شدت در حرکت بود، حائل شد میان مردان اون قبیله و قالب که رفته بود
گوسفندوزی و شتردوزی و نگذاشت و سالمان قانمن گوسفندان و شتران به مدینه راندن. خب یکی باید از این آدم بپرسه که مرد حسابی اگر خدا می اومد به شریک دزدا می شد و یه همچی کاری می کرد، آقا چرا زحمت به خودش می داد؟ چرا مردم بیچاره می کرد؟ خب از همون بالا می گفت عجی مجی، یه 4-5 هزار تا گوسفند یا 7-8 هزار تا شتر اونجا از زمین یهو می زد بیرون، این قالب و اون دزدای بقیه می خورد که می خواستن بکشن اینا رو بخورن، اونا رو می خوردن. نه که شما یه درم بیچاره کنید بعد بری اونجا آب را بندازی که دزدا راحت به سلامت برگردن. اینم شد تاریخ نویسی؟ عجب خدایی بوده. خب اینا مطالب تحت الارضی است که ما خدمتتون عرض بکنیم اینجا در حاشیه این داستان ها. خب پس میگوید که این بابک آدم بیشرفی بود از قول اینا، از قول مورخ، و حلال کرده بود همه چیزو، همه حرام ها رو میخوردن و زنا کردن و از خورش ها هر چیزی کن حرام است. و خلاصه تا امر و نهی از میان خلق برخواست و خلق بسیار او را اجابت کردند و اندر این مذهب بماندند و خلق را یک سر به کفر خواند تا خلق بسیار بر وی گرد آمدند. خب از اینکه خلق بسیار بر وی گرد آمدند پیداست این نبوده که میگفته بیاین بیناموسی بکنیم چه بکنید، پیداست حرفاش شنیدنی بوده، پیداست میگفته ای مردم این دزدان اومدن ما رو غارت کردن، اموال ما رو دارن میبرن، اینها رو بر ما مسلط شدن، ما باید یک کاری بکنیم اینها رو بیرون کنیم از این کشور. از اصفهان و اطراف و نزدیک کرمان آدمها رفتن کمک بابک خرم دید. این نبوده که فقط موضوع اون منطقه شمال باشه و آذربایجان، این برای این نبوده که میگفته بیاین شراب بخوریم. خب شراب که کسی تو خونهش میخورد هنوز هم میخورد، به یه خارجی فرنگی بود رفته بود ایران آمده بود، آقا فرق ما اونا چیه؟ خب حالا من یه فرق عمده دیدم، ما میگیم شراب حلاله، مشروب عرق حلاله، کم میخوریم، اینا میگن حرام زیاد میخورن. مثلا ما یه اشتات انقدی میخوریم ایرانی میشینه دو تا بطری ماماس و خیار میره بالا، یالی چیکار میکنیم؟ گفتیم دواخوری میکنیم، دواخوری. بعدش هم پا میشه شروع میکنه هر استفراغ زدن کنار خیابونه. آخه بابا این مشروب خوردن هم یه رسمی داره، یه چیزی داره، اینکه نمیشه این لیوانو پر کرد الکل ریخ بالا که دسته دسته میمیرن تو ایران شیعه، کور میشن اینا چون متیل الکل عرق چوب تو این عرق قلابی ها میدن مردم میخورن، هنوز هم بیشتر این عرق و ایرانی ها میخورن با وجود حاکمیت امام زمان آخوندا. ای بابا چه گیری افتادین. خب و مسلمانان را همی کشتن و سپاهای مسلمانان هزیمت همی کردن. چقدر دل آدم خنک میشه، سپاهای مسلمانان همی کردن هزیمت همی کردن، یعنی مستمرن به تکرار این همی، یه بوی جوی مولیان آید همی، یعنی داره میاد پشتن همی، بوی جوی مولیان داره میاد، پیداست که به کرات و مرات سپاهیان مسلمانان رو که همون عربای اون طرف چیز باشن شکستشون میداد بابک، شیر بابک. و اون مذهب بابکشان خوش آمد و خلق او را اجابت کردن و چون سپاه بیامدی او به تنگی اندر شدی که سپاه اونجا به تنگی اندر شدی که سپاه اونجا نتوانستی سپاه ببخشید یکی از شفاهی گفتن خوندم قاطی شد، او به تنگ اندر شدی که سپاه اونجا نتوانستی شدن و در اون تنگ ها حصاری استوار ساخته بود و اونجا همی بود ایمن و هرچه خواستی کردی تا روزگار بر آمد. می اومد وقتی هم که سپاه عرب حمله میکرد تنگه کوهستانی میره بالا
اینو اشکار نمیتونم بکنم. و روزگار برآمد، یعنی زمان طولانی طی شد. و اگر سپاهی بدان تنگ آمدی، یک شب بیرون آمدی و بر ایشان شبیخون کردی و بسیار از ایشان بکشتی و بازگشتی و 20 سال بر این بمان. 20 سال بابک خرمی یا خرمدین اینا رو شکست میداد. خیلی 20 سال. پس معتصم از آن زجر شد و با وزیران و عاقلان تدبیر کرد تا کرا فرستد به حرب ایشان، تا اختیار بر افشین کردند. و افشین سرهنگی بود از بزرگان خراسان و به اصل از ماوراءالنهر بود. پس معتصم او را سپاه داد و سرهنگی بزرگ با وی بیرون کرد و امیری آرمینیه و آذربایجان همه به دو داد و اون کوها و هرچی به بایست از خواسته و روزی و سپاه و سلاح و آلت همه به دو داد. افشین برفت از بغداد و اول فتح اون بود که افشین اونجا رسید اندر کوها و دره ها. دهقانی بود و قدیم از میان ایشان و او را نام محمد ابن بعیس بود. بله، و او بر سر راه بود با حصار استوار و او را با بابک صلح بود و به مدد او اندر نشده بود، ولیکن با او صلح داشت. یعنی وقتی عربان میادن این بابا نمیرفت شمشیر بکشه کمک بابک، ولی اذیتی هم نداشت، آزاری هم نداشت، در حال صلح بودن با هم. و او را سپاهی بود، اگر کسی قصد آن دره کردی با او حرب کردی. چون افشین برسید با او حرب کرد و آن دخان با سپاه شکسته شدند و افشین از ایشان بسیار بکشت. اومده منطقه آذربایجان، حالا هر جا که بوده، این بابام که اونجا بود خب در حال صلح بود، حتما خبرها رو میداده به بابک. و چون در جنگ کمک نمی کرد به بابک، سپاهیان هم که می رفتن با او کاری نداشتن، ولی این افشین آمد و با این جنگ کرد و مردمانش کشت و این اولین فتح آقای چیز بوده، افشین. خب پس ما فهمیدیم چی شد اونجا. علتی که بنده می خونم از روی این کتاب ها چند دلیل داره. یکی این که با نخستین نمونه های نثر فارسی آشنا میشیم که میبینیم که چقدر موجز هست و مختصر هست و اتناب نداره، استعاره درش نیست، صنایع بدیع درش پیدا نیست، حق مطلب رو شخص میگه. که البته ما این نثر فارسی رو تاریخش از لحاظ سبک‌شناسی نگاه کنیم، ابتدا بسیار موجز بوده، یعنی یک کلامش برداری تمام عبارت به هم می‌ریزه. خب این به لحاظ هنری خیلی بالا نیست، تا رفته رفته میام اندکی جلوتر در روزگار همین غزنویان عرض می‌شود که بهرامشاه غزنوی و می‌رسیم به خواجه ابوالفضل بیهقی در روزگار غزنویان و در روزگار دیرترش، یعنی تاریخ میاد جلو، ما ابوالمعالی رو داریم با کلیل و دمنه. اونجا به منتها درجه زیبایی رسیده، یعنی استعاره ها آمده، صنایع درش هست، اما افراط و تفرید نیست و لغات عربی بیش از حد نیست، بیمزه نشده. تا تاریخ یمینی و عرض میکنم از که ترجمه جرفادغانی است تا کتاب های مهم دیگر که داریم، اینا تا میرسیم به عرض کنم دوران مغول، هرچی به این طرف میاییم میبینیم که عربیت درش زیادتر میشه، تا یک نسلهایی است در روزگار همین مغول ها و تیموریان اینها که خود عرب ها هم نمیتوانند بخوانند، نمیتوانند بفهمند، چون مصطلحاتی که به کار میبرن
اونقدر این مصطلحات در واقع غلیظ هست و لغات مثل تاریخ وصاف، مثل عرض میکنم آثار عبدالقادر مراغی، اینها 80% عربی، تا اینکه میایم دوران صفوی نثر خیلی خنک بیمزه پر از حشو و زوائد بیخودی و اینا، ممکن بود یه نامه بنویسن برای سلام علیکم این نامه بار شطور کنن، اینقدر لاتا علمی نوشتن بیکار بودن. و میان بعد دوران نادرشاه و کریم خان و اینا، یواش یواش میرسیم دوران فتح علی شاه و اینا، باز همون شیوه صفوی ادامه پیدا میکنه، تا اینکه یه خبرای شد بعد از جنگ روسا و از دست دادن اون جوایف و موضوع مدرنیته و ژورنالیسم و اینا آمد. در شعر هم سبک ها دگرگون شد، بازگشت ادبی، یعنی اینکه این سبک هندی رو به دور ریختن و بازگشت بود به سبک ها، به عراقیان و خراسانیان، و عرض می شود که ژورنالیسم به وجود آمد. ژورنالیسم میخواست مردم حرفش بفهمن، اینه که دیگه عربی مربیان خودش ریخت دور، چون مردم نمیفهمیدن. برای اینکه مردم رو شما تحریک کنید به یک حرکتی، بایستی که روشنفکر زبانش رو مردم بفهمن. اگه مردم نفهمن روشنفکر چی میگه، که عایق میشه این زبان. و این نثر جدید پارسی که آمده بسیار زیبا و دلنشین، لغات عربیش هم کم هست، اگرم هست از اون پیچیده ها و سخت ها نیست، غلظتش در واقع اونچنان نیست، و اون لغاتی است که راحت، احتمالاً از مترادفات فارسیش هم احتمالاً راحت تر بوده از نظر استتیک، به قول معروف برتری داشته مونده. خب این که من نثری که میخونم، نخستین نثر مفصل زبان فارسی است، مربوط هست به روزگار سامانیان. خب بابک چون اون بشنید تافته شد، مثلا اینکه لغات خیلی زیبا که منسوخ شده تافته شد، بی اندازه زیباست. این چیزی که تافته میشه سرخ میشه، دیدید، تجسم زیبایی میده، یعنی بی اندازه خشمگین شد، تافته شد. و سپاهی دیگر بفرستاد 3000 مرد با سرهنگی نام به اسمت، چون سپاه از میان کوها بیرون آمدن و به حصار اون دهخان فرود آمدن، نام اون دهخان محمد ابن بعیث بود، بله، محمد اون سپاه ها را علف داد و گوسپندان فرستاد و اسمت را مهمون کرد و به حصار آورد. و محمد ابن بعیث با افشین و معتصم صلح کرده بود. بفرمایید، خائن اولی پیدا شد، بر اون که مدد مسلمانان دهد. چون اسمت به حصار او آمد، او را بگرفت و دست ها ببست. بفرد خائن از خودمون بوده، آمده براش بابک 3000 نفر فرستاده که این بابا کمک کار بشه فلان، آمده دستاش بست، رفته از اون بر با خلیفه و داره دستش ساخته و صلح کرده با معتصم که با برای مسلمان ها کار کنه، حالا اومده سپه سالار بابک رو گرفته و بس. گفت تو جان خیشتن را دوستر داری یا آن مردمان؟ گفت جان خیش. گفت پس اون سرهنگان را آواز کن تا ایدر برایند، وگرنه تو را بکشم. این آقای خائن گفت تو جان خودت بیشتر دوست داری یا جان دیگران؟ گفت جان خودم. گفت جان خودت دوست داری؟ بگو این سفرمندات بیان تو، مگر من تو رو میکشم. اسمت سر فرو کرد از حصار و سرهنگی را آواز کرد که بیای تا نبید خوریم. نبید و نبیز یعنی شراب. اون سرهنگ بیامد تنها و محمد کس فراز کرده بود به در حصار، که چون ایشان اندر حصار آمدندی، ایشان او را بکشتندی.
این صدا میکرد، اونا میمدن پشت در قایم شد، حکم میمد میذارن به گردنش. و باز دیگر آواز داد تا صد سرهنگ و مهتران ایشان را بکشت و اون سپاه آگاه شدند و بگریختند و محمد ابن البعید اون سرهای بریده به معتصم فرستاد. حالا خدمتتون عرض کنم، هی میگن ما شرقی ها اختراعات نداریم، اشتباه میکنن. آقا شما فکر میکنید سر چگونه میفرستادن؟ سر که اینجوری که نمیبردن بفرستن که. اولی که سنگین بود، 20 سر باری اولاغ میکردی اولاغ میخورد زمین. حالا من اغراق هم یکم میکنم اینجا، 20 حالا یه خره نمیخوره زمین ولی خیلی سنگینه کله آدمیزا. حالا چیکار کنیم که کله بیشتر بفرستیم؟ کله رو میبریم درس اول، یک سر میبریم، سرم دو جور میبریم آقا، یا از پشت با شمشیر میزنیم فوری میفته اونجا زمین، یا اینکه از جلو کار نمیکشیم میبریم. بریدن ما خوبه، ما مسلمان ها. بعد چی میشه؟ حالا کله افتاده اونجا، بابام داره دست پا میزنه دیگه، تموم شد ها. خیلی خوب، حالا اختراع رو ببین، خاک روس پیدا میکنیم، کله رو میکنیم تو خاک روس، خاک روس میکشیم روش. 48 ساعت بعد که میایم به ملک بچسبیم، به مویت کن بدیم، استخونا میفته پایین. ای دادی بیدن اختراع دیدی؟ هم نیوتن برای خما میکشن، گالیله رو نمیدونم، اینشتن و این حرفا. حالا به درد نمیخوره این که کشیدیم استخونا افتاد، حالا پوست دستمونه که معلوم نیست کیه که میایم توش چی میکنیم؟ کار میکنیم. حالا چرا کار میکنیم؟ اینجا فیزیک اینجا کار میکنه، چون وزنش کمه، اگه شن بریزیم توش خب سنگین‌تر از استخونا میشد که. میگفتن این دانشش کامل نیست، آقا درس درست نخونده. کاه میکنیم، 20 مثال کاه پر میکنه دیگه کله رو، و بعد فشارش هم که میدیم چون کاه نرمه میپیچه همه جا، این برجستگی ها و این یا همون شکل خود آدم میشه دیگه، حالا یک کمی گردتر میشه بهتر. بعد یه اولاغ میتونه 200 تا 300 تاشو ببره، کاک وزنی نداره، پوستم که انقدر سنگین نیست که. پس سرای بریده رو خاک روز میریزیم، همین تا زمان مشروطه. آقا زمان مشروطه یه عکسی هست یادگار این کار، یه آخرین عکسه در کتاب مورگان شسته، چند تا تفنگ چیز دادن، سه ردیف کله رو هم چیده شده. میگه این سرهای بریده خوانین ترکمن هستن که با محمد علی میرزا در قومیشتپه که وارد شده از روسیه همکاری کردن و اینا رو به این وجه خلاصه درست میکنن ایرانی ها. ما هم یاد گرفتیم، شما هم یاد بگیرین، ممکنه به دردتون بخوره این تکنیک. آقا نمیگن چرخ چاد درست کردین و نمیگن گاری و یه حرفا. ما شیعیان به خصوص اختراعاتمون خیلی بوده، شما خبر ندارین. خیلی خوب، این کلاشون رو فرستاد. پس افشین با سپاهی بزرگ بیامد با آذربایجان و به اردبیل فرود آمد و اونجا یک ماه ببود و او را بگفتند و همه بدانست و با سپاه از اردبیل برداشت و سوی اون کوههای بابک رفت به حد ارمینیه، یعنی ارمنستان. چون به سر در رسید به دنجا که راه ها تنگ بود و کوها بود تا به در حصار بابک، تا به در حصار، این پانکچویشن هم نداره این کتاب، بابک هم بر اون سر راه بر صحرای لشکر فرود آورد و محمد ابن البعید را بخواند و بنواخت و او را گفت ما
ما را تدبیر چیست؟ گفت تو را روی نیست بدین در اندر شدن و بدین تنگ ها که همه سر کوه ها باید رفتن. و به میانه این دره ها جایگاه هست کمینگاه و حیلتی نیست جز اون که صبر کنید هم بدین فراخی تا مگر سپاهی بیرون فرستد با او حرب. این حالا این خائن که رفت و با کله درست میکرد میفرستاد، داره افشین رو تاکتیک جنگ کوهستانی یاد میده که اینجا شیوه چگونه است، این کوها چگونه هستن و بابک چه هست و اینها، اونا رو داره یاد میده چون بچه اونجا بوده وارد بوده. خود افشین هم خب ارتشی بوده. بله نشون بدید لطفا. این محلی است که امروز قلعه بابک میگن در آذربایجان و یکی از اون مکانهایی است که خب ببینید هیچ راهی اسب و سوار نمیتونه بره و مدافعین میتوانن یه لشکر بزرگ رو از اینجا پس بزنن. بله ببینید دژ رو ببینید هنوز برجاست و تیراندازان از اونجا دشمن رو دفع میکردن. اسماعیلی هم با همین ترتیب چندین دهه بیشتر از 100 سال این تشکیلات خودشون رو روی ارتفاعات می ساختن. بله خب و روز و شب خیشتن را نگاه دارید تا شبیخون نیارند. افشین لشکر بر سر راه فرود آورد و گرداگرد لشکر کنده کرد و همی بود اونجا و بابک آواز همین شنید و 7 ماه افشین بر سر اون دره بماند. نه بابک کس فرستاد و نه او اندر دره توانست شدن. سر راه بابک اونجایی که سر همین قلعه میگه کنده کرد، یعنی جایی کند که سپاه بتونه در اونجا ایمن باشه و 7 ماه اونجا نشست. بابک هم نمیتونست بیاد بیرون. افشین با سپاهش دلتنگ شدن و سپاه افشین را ملامت کردند که ما را پیش بر و او را محابا و مدارا مکن و پیش حصار رو تا جایی پدید آید و اکنون سرما و زمستان آمد ایدر چگونه باشیم و هر گونه همی گفتند و افشین اون را احتمال همی کرد. احتمال همی کرد یعنی صبر میکرد، اینا رو تحمل میکرد. این لغت هم دیگه از بین رفته. بله مرا نه احتمال فراق، یعنی تحمل جدایی رو ندارم. بسیار خوب، این داستان رو بقیه این داستان رو در جلسه آینده برای شما خواهم خواند که چگونه خائنین بین خود ما بودند که کمک به دشمن میکرد در جنگ اعراب، در جنگ اسکندر، در جنگ مغولان. اینا هر که می آمد مشتی خائن بودن که خیانت می کردن و علتش هم این نیست که ایرانی ها خائنن. علت این بوده که همیشه سیستم استبدادی و دیکتاتوری بوده و اموال مردم رو می گرفته و کسی رو آدم حساب نمی کرده و بچه های مردم رو می کشته و به جنگ می برده. اینها گروهی از مردم همواره بیزار از اون حکومت بودن، همچنان که امروز گروهی از مردم بیزار از این حکومتن و ممکن است در حمله دشمن خارجی به دشمن خارجی کمک بکنن. البته این امکان الان نیست، یعنی به عنوان مثال عرض میکنم. بنابراین اینها رو ما نمیدونیم خائن بنامیم یا چه بنامیم. خود ما اگه بودیم چه میکردیم؟ ولی بر روی هم که نگاه میکنیم میبینیم که نه، این کار خدمت نیست. کاری که سلمان پارسی کرده یا این آقا کرده، هر آینه اونها دشمن بودن. دشمن رو باید دشمن داشت، به دشمن نباید کمک کرد، با بیگانه نباید نشست،
در این شرایط حاد تاریخی. نام نیکی از اینجور اشخاص بر تاریخ نمونده. حالا این سلمان رو خیلی بزرگش کردن اسلامیون و اینها، حتی پیغمبر گفته از سلمان و منی، از منه. و وقتی هم که مدائن رو گرفتن اینها، اونجا شهردار مدائن شد، همونجا هم مرده، قبرش هم گویا همونجاست. فارسی صحبت میکرد. خب بیشتر تاکتیک های جنگی و اینا رو این اون یاد عربا داد. باری وقت ما در اینجا هموطنان به پایان رسید. من این عید رو به هموطنان مسیحی تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال بسیار خوبی برای همه باشد. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین.